بسم الله الرحمن الرحيم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون علاقمندان گرامی برنامه تعلیمات اسلامی از شبکه نورین، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادران و خواهران گرامی به برنامه خوش آمدین. امیدوار هستم که تا آخری برنامه با ما باشین و خداوند توفیق عطا بفرماید که ماه مبارک رمضان را روزه بگیریم و اطاعت کنیم، عبادت کنیم. در دهه آخری رمضان قرار داریم، در دهه خلاصی از آتش دوزخ قرار داریم برادران و خواهران گرامی، و یک چانسی بزرگی هست که الله جل جلاله به ما شما عطا نموده است. امیدوار هستم که چانس از دست ندهین، روزه را به اخلاص بگیرین، همین قسم شبهای مبارک را عبادت کنین و قیام شب رمضان سبب مغفرت گناه ها میگردد. تنبلی نکنین، اگر خواب سرتان فشار آورد با وجودی ازی باید شما تراویح را بخوانین باز بخوابین. و شبهای قدر دو شب دیگهش مانده، شب 27 و شب 29 مانده، از یاد نبرین این دو شب دیگر هم عبادت کنین که تا الله جل جلاله به برکت این شبهای مبارک گناهانتان را بیامرزد. و پیامبر خدا علیه السلام می فرمد که من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. اینجا پیامبر علیه السلام ضمانت کرده کسی که ماه مبارک رمضان را روزه میگیرد از روی ایمان، یعنی عقیده بر این داشته باشین که روزه فرض است، از طرف الله جل جلاله و فرض شده و ما مکلف هستیم بر گرفتن روزه، اعتقادتان ای باشد. احتسابا در ضمن از این که اعتقاد دارین باید شما طلبی ثواب هم داشته باشین، یعنی ما عاجز هستیم، در بدل اعمال صالحمان از الله مزد و اجر میخواهیم. پس هر انسانی که به می دو نیت، یکی به اخلاص کامل به عقیده کامل روزه بگیرد و یکی هم به طلب ثواب روزه بگیرد، یعنی استغنا طلبی نکنین، حتما خدا عاجز بدانین، خدا محتاج بدانین، از الله بخواهین و دستایتان بلند کنین و عشق بریزانین که الله من محتاج تو هستم، الله من محتاج نعمت تو هستم، محتاج صحت تو هستم، محتاج رحمت تو هستم. هر قدر که به نزد الله جل جلاله خود عاجز معرفی کنین، همان قدر الله جل جلاله شما را زودتر میپذیرد و مغفرت میکند. بنابراین پیامبر گرامی علیه السلام میفرمد که من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ما امروز در شب 26 رمضان مبارک قرار داریم. اله العالمین توفیق عطا بفرمه قسمی که 25 روز شما پشت سر گذرانیدین، نماز خواندین، روزه گرفتین، تقوا و پرهیزگاری کردین. امیدوار هستم 6 روز باقی را هم به همین شکل سپری کنین تا باشد که الله جل جلاله شما را در رحمت خود بگیرد. و در ضمن روزه که روزه میگیرین، شرایط روزه را در نظر داشته باشین، زبان خود را از بیجا، از لهو و لعب، از حرفهای نادرست نگاه بدارین، همین قسم چشم خود را، همین قسم گوش خود را، یعنی همه اعضای بدن را در کنترل داشته باشین تا الله جل جلاله شما را مغفرت بکند. حالا می پردازم به پیام هایی که به ما رسیده. امیر محمد از ایران تماس گرفتم که سوال دارم، ما یک اتاق 10 نفری، یک کش 24 سالش، یکی از او 24 ساله است، نماز نمی خواند. برادری نهایت عزیز، من حضورت عرض کنم که به نزد پیامبر گرامی علیه السلام از یک نفر توصیف صورت گرفت که خوب آدم است، بسیار آدمی خوب است. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن خدا از این که خوبترش بسازد. باز در آخر صحابه که تعریف میکرد گفت یا رسول الله یک عادتی بد داره. گفت کدام عادت؟ گفت نماز نمیخوانه. پس رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم گفت وقتی که نماز نمیخوانه او آدم خوب نیست و هیچ خوبی ندارد. پس این انسانی که نماز نمیخوانه ولو که شبها را او در راه خدا سپری کنه،
ولو که به مردم خدمت کنه و به مردم یاری برساند، به نزد الله پذیرفته نمی شود و او آدم در دوزخ است. بزرگترین عمل صالحه و اعمال بدنی نماز است و سبب خلقت مسلمان نماز است. سبب خلقت انسان ها نماز است. سبب خلقتتان را از یاد نبرین. پیامبر گرامی علیه السلام در ارتباط نماز می فرمان: من اقامها فقد اقام الدین. کسی که نماز برپای می دارد او دین برپای داشته. کسی که نماز زنده می دارد او دین زنده ساخته. و من هدمها فقد هدم الدین. کسی که نماز بیجا کرده، نماز ضایع کرده، نماز ترک کرده، فقد هدم الدین. او دین منهدم ساخته، او دین خراب ساخته، او دین ضایع ساخته و او دین ترک ساخته. وقتی که نماز از انسان سلب کنیم، دیگه هیچ شایستگی برای مسلمان باقی نمیماند. یگانه چیزی که در روز حساب و کتاب در اعمالنامه ما تاثیرگذار است و نقش بسیار عمده دارد و اولین عملی که از انسان در قیامت پرسان می شود نماز است. اگر در نماز کامیاب شدی، خود در دیگه اعمال کامیاب استی. اگر در نماز ناکام شدی، باز دیگه کامیابی تو خیلی سخت است. وقتی که برادر نماز نمیخواند، دیگه هیچ شایستگی ندارد. پیامبر گرامی علیه السلام میفرماید که فرق در مابین ما و کافر نماز است. حتی رسول الله بسیار به لهجه سخت گفتند که کسی که نماز ترک میکنه فقط کفره. اینقدر سخت رسول الله در حدیث خود فرموده که تاریک نماز کافر است. حالایی که به نزد حضرت امام سبی اعظم تاریک نماز کافر گفته نمیشه، منکری نماز کافر است. اما رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم جا در حدیثش واضح میفرماید که من ترکها فقط کفره. کسی که نماز ترک میکنه او کفر کرده، او کافر است. برادران و خواهران گرامی، کوشش کنین که نماز ترک نکنین و خدا پابند نماز بسازین. نماز معراج مؤمن است. نماز سبب خلقت مسلمان است. نماز سبب رضامندی الله است. نماز یگانه چیزی که در قیامت کارت میرود نماز است. اگر در نماز کامیاب بودی تو جد جنت میری، اگر در نماز ناکام بودی دیگه امید جنت نداشته باش. و تعداد زیاد و نقش بارزی که در اعمال نامه ما داره نماز دارد. مثلا من یک شب دیگه حضور شما بیان کردم که احکام اسلامی نماز است، روزه است، حج است، زکات است. خود زکات از خودش واجدین داره، واجدین شرایط داره. کسایی که ثروت دارن اونها باید زکات ادا کنن. حج امی قسم واجدین شرایط دارن. کسایی که به حج میروند باید پول داشته باشن، ثروت داشته باشن، به حج بروند. اگر ما محاسبه کنیم 95% مسلمانان فاقد زکات هستند و فاقد حج هستند. پس وقتی که 95% مسلمانان فاقد زکات و فاقد حج هستند، اگر ما از طریق نماز اعمالنامه خود پر نسازیم، از طریق نماز ما خود کامیاب نسازیم، از طریق نماز کفه ترازوتان را در روز حساب کتاب گرنگ نسازین، از طریق زکات خودتو نداری، تو خود مال نداشتی، تو خود ثروت نداشتی که زکات ادا کنی. همین قسم تو ثروت نداشتی که به حج خانه الله جل جلاله بروی. یگانه چیزی که دروازهش باز است و یگانه عملی که همه مسلمانان مساویانه به او دسترسی دارد، او نماز است. اگر فقیر است دسترسی به نماز دارد، اگر مریض است دسترسی به نماز دارد، اگر خانم است دسترسی به نماز دارد، اگر مرد است دسترسی به نماز دارد. اما بعضی از اعمالها مربوط اشخاص مخصوص می شود. مثلا زکات بالای کی؟ بالای اشخاصی که ثروتمند است، بالای کسی که پول دارد، بالای کسی که قوت دارد، بازو دارد به حج برود. و همین قسم کسی که ثروت دارد زکات بدهد و مسلمانی که فقیر است او به زکات دسترسی خود ندارد. مسلمانی که فقیر است او دسترسی به حج خود ندارد. برادران و خواهران گرامی، یگانه عملی که اعمالنامه شما را پر می سازد، یگانه عملی که شما را من حیث مسلمان در نزد خدای یکتا تبارز می دهد، یگانه عملی که شما بدون کدام کم و کاست از دیگرها تبارز می کنین در روز قیامت سربلند و سرفراز می باشین، نماز است. اگر قضیه طوری باشه که ما شما به حج وارد بهشت شویم، خب من حج نکردم. 95% مردم افغانستان حج نکردن.
اینا به جنت نروند، اینا به جنت به داخل نشوند. اگر قضیه طوری باشد که به زکات ما وارد بهشت شویم، 95% افغانستان واجد شرایط زکات نیستند و زکات نمیدهند و زکات ندارند، یعنی ثروت ندارند زکات بدهند، چی فکر میکنی اینها در جنت داخل نشوند؟ باید در جنت نروند؟ نه. پس فکر کنین که سرنوشت ساز برای مسلمان چیست؟ نماز است. 100% مردم افغانستان در نماز مساوی است. اگر فقیر است دسترسی به نماز دارد، اگر خانم است دسترسی به نماز دارد، اگر مرد است دسترسی به نماز دارد، اگر پیرزن است دسترسی به نماز دارد. یعنی نماز یک عملی هست که سرنوشت ساز برای مسلمان است و اعمال نامه تا که رقم میزند در روز قیامت نماز رقم میزند. اگر ما بشنیم که به حج وارد بهشت شویم، اگر ما بشنیم که به زکات وارد بهشت شویم، 95% نفوس افغانستان نه زکات میدهند و نه زکات را دارن که بدهند و نه هم به حج رفتن که اونها وارد بهشت شوند. پس برادران و خواهران گرامی متوجه نماز باشین، نماز ضایع نکنین که دین ضایع میشه، نماز ضایع نکنین که زندگیتان ضایع میشه، نماز ضایع نکنین که تباه و برباد میشوین. برادر ایمان اشتا کرده که سلام، من در ایران روزه گرفتم اما اینجا فقرا را نمیشناسم که فدیه روزه را بدهم. برادر گرامی، کشور ایران هم به او اندازه که شما فکر کنین به او اندازه ثروتمند نیست که ما فکر کنیم که همه مردم ایران واجد شرایط زکات هستن، یعنی زکات باید بدن. اونطور نیست. شاید هم از افغانستان فرق کنه. اگر ما 95% فقیر هستیم، 150% فقیر داشته باشد. شما کسی که واجد شرایط زکات نیست، یعنی زکات ادا نمی کنه، فدیه روزه تا بده، درست است. سلام، وقت بخیر. سید رسول حسینی از ایران یک سوال دارم. سوال دارم که اگر کسی یک زن طلاق باشم، یک زن برادران و خواهران گرامی، کوشش کنین درست نشته کنین، خوانده شوه املا و انشایتان در نظر بگیرین. اگر املا و انشا ندارین کوتاه بنویسین. سلام، احمد هستم از تخار. سوالی دارم که آیا سجده تلاوت در رکوع برتر است یا در سجده؟ در سجده برتر است. برادر گرامی، سجده چی معنا؟ سجده به می معنا سجده تلاوت، سجده به می معنا که پیشانی در زمین گذاشته شود. ای که حکمن در رکوع ادا می شود، خب بنابر مذهب حضرت امام سبی اعظم رحمت الله علیه سجده تلاوت در رکوع هم ادا می شود و حضرت امام سبی بنابر امی که رکوع را سجده خوانده و میگه که رکوع به غیر الله حرام است. بعضی از برادرای ما پرسان می کند که ما دستای پدرجان و مادرجان منو ببوسیم چه حکم دارد؟ در بوسیدن هر دستی که انحنا بیاید، یعنی به این شکل خود خم کنین ببوسین، کاملا حرام قطعی است، ناجایز است. ولو که دست پدرت باشد، ولو که دست مادرت باشد، ولو که دست استادت باشد، اگر این قسم انحنا بیاید، انحنا به غیر الله حرام. چرا حضرت امام سبی اعظم رحمت الله علیه انحنا را سجده خوانده، رکوع را سجده خوانده؟ در مذهب حضرت امام سبی کسی که آیت سجده را در آخری نماز میخواند و الله اکبر میگه رکوع میکند، حضرت امام سبی میگه که سجده تلاوت ادا شد. یعنی رکوع را سجده میخواند که رکوع در حکم سجده است، سجده حقیقی خو نیست، در حکم سجده است. پس بهتر برای سجده تلاوت سجده هست، بس سجده کنی، باید الله اکبر بگوی، سرت در زمین بمانی، سبحان ربی الاعلی 3 دفعه بگوی، باز بلند شوی، ایره میگن سجده، حتما بس سجده شود سجده تلاوت. عبدالواحد هستم از ایران. در نماز تنها تکبیر چه حکم داره؟ تکبیر اگر منظورت اقامه هست که الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله، اگر امی کلمات را منظورت هست، برادر گرامی، این کلمات در نماز سنت است. اقامه در نماز سنت است، در مطلق نماز سنت است، اما در نماز انفرادی بهتر است. وجه بهتر همیسته که تو تنها هم نماز میخوانی بعد اقامت بگویی، اگر ترکش کنی نمازت درست است. زبیح الله هستم از اولسوالی اوبه از کمپ قرارگاه کندک دوم. سوال من این است که
ما شب به اتاق خواب شب نشینی می نشینیم تا 12 الی 1 بجه نماز و قرآن تلاوت می کنیم، باز به محل پیرداری می رویم، به جز از ذکر گفتن دیگر نماز تلاوت کردن نمی توانیم. کاملا شب بیداریتان درست است و کاملا شما پیریتان در عبادت حساب میشه. اونجا که زبانت به ذکر الله مصروف میسازی، یا کسی که در نماز است، یا کسی که اونجا قرآن میخوانه و تو در اونجا ذکر میگی، تو مساوی هستی. درست است شب قدر را ششتن اینمی را میگن، شب بیداری اینمی را میگن که ششته باشه، قرآن بخوانی، نماز بخوانی، باز در کار که رفتی زبانت در ذکر الله مصروف بسازی. کاملا اعمالتان به دربار خدا یکتا درست است و مستحق اجر پاداش میشین. امیدوار هستم که امی عمل ادامه بدهین. و دو شب دیگه از لیلة القدر مانده، شب 27، شب 29. اکثر روایات حدیث رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم مبنی بر این که شب 27 لیلة القدر است، اما در 5 شب پنهان شده. 3 شبش تیر شد، شب 21 و 23 و 25 تیر شد، شب 27 و 29 باقی است. امیدوار هستم که برادران ما، خواهران ما، تمام امت مسلمان و تمام افغان ها از اخلاص قلب، از یک جذبه دینی، از یک اخلاص کامل این شبها را عبادت کنین که تا تمام گناهانتان بخشیده شود و عبادتی 83 سال، زیادتر از 83 سال از آن خود کنین. چرا خیر من الف شهر؟ الله میگه از 1000 ماه بهتر است. 1000 ماه مساوی به 83 سال می شود و این بهتر از 83 سال است. شما در یک شب قدر از 83 سال برتر ثواب از آن خود می کنین. برادری ما نشته کردن که اگر در رمضان مبارک بالای کسی در روز غسل بروی واجب شود، روزه اش باطل می گردد. بیبی برادر گرامی، تو درست نشته نکده که آیا در حالت خواب یا در حالت بیداری؟ اگر در حالت بیداری غسل واجب شوه و یک حرکت منفی را انسان انجام بده که غسل واجب شوه، خود در اینجا خود روزیت چک است، روزیت کاملا باطل شد. اگر هم بستری صورت گرفت، خو کفاره سرت لازم شد. اگر هم بستری نکردی و حرکتی را انجام دادی که غسل بالایت فرض شد، در اینجا روزیت شکست، روزیت باطل شد، بعد یک روز قضا بگیری. اما اگر منظورت ای باشد که در خواب احتلام شوه انسان، در روز خواب استی و غسل بالایت فرض می شود، باز در این صورت بیدار شدی، فورا غسل کن، روزیت به جای خود باقی است و روزیت خراب نشده. برادری ما نشته کده که عبدالسلام هستم و میخواستم بدانم که در گوشی آیات از قرآن کریم باشد، جایز است که به بیت الخلا بروی یا نه؟ برادری نهایت عزیز، اینجا در نسب حضرت امام سیدی اعظم که قرآن را به بیت الخلا نبرین، منظورش قرآن فیزیکی است، قرآنی که مصحف است منظورش اوسته، یا آیاتی که نقش بسته شده در لباست یا مثلا در دستت یا مثلا در جد، این منظورش است. در داخل گوشی را خو ما را قرآن گفته نمیتانیم، او میشه که در داخل گوشی باشه، تو بره او حکم قرآن کریم را نداره برادر گرامی. اما کوشش کن حتی الامکان امیرم نبرین. چرا؟ صدای قرآن خودمو هست، قرآن گفته نمیشه به او. مثلا از موبایل اگر شما تلاوت چه بشنوین، سجده تلاوت برای شما واجب نمیشود. از تلویزیون اگر صدای تلاوت بشنوین، در نزد حضرت امام سیدی اعظم برای شما سجده تلاوت واجب نمیشود. خب باز هم حتی الامکان به احترام قرآن عظیم الشان بپرهیزین، کوشش کنین که نبرین. برادری ما نشته کردن که خواهر ما که من یسنا هستم و یک زن باردار است و بچه شیرخوارم دارد و دومی خواهد و می خواهد که بچه اش را سقط کند. کاملا ناروا و ناجائز و نادرست است. کوشش نکنین که اگر بچه شیرخوار هم دارین حملتان سقط نکنین. سقط کردن حمل از لحاظ شرعی نارواست. با سقط دو حکم داره، یکی قبل از 4 ماه، یکی بعد از 4 ماه. قبل از 4 ماهگی اگر سقط صورت میگیره، خو مزیر به مادر هست و مادر را مریض میسازه، تکلیف وارد میکنه و این نادرست است، اما قتل گفته نمیشود. چرا که قبل از 4 ماهگی طفل زنده نیست، وقتی زنده نیست پس او در جمع انسان ها محسوب نشده و او را قتل گفته نمیشود. اما اگر بعد از 4 ماهگی مادر ای اقدام بکند، بعد از 4 ماهگی طفلش را سقط کند، او مادر قاتل است
و در روز قیامت مؤاخذه میشه، حکمش معادل است که یک انسانی صحتمند و سلامت بکشی همان قدر گناهکار میشه که طفل سقط کنی. کوشش کنین که زایه نسازین و به الله اوالیش کنین. خدای یکتا که آفریده چاره‌ایش هم میسنجد و شما اگر جلوگیری میکنین قبل از حمل جلوگیری کنین. قبل از حمل جلوگیری در فقه حنفی به نام عزل است. حالا به انواع مختلفی جلوگیری میکنن، درست است، گناهکار نمیشوین. اما بعد از اینکه حمل بسته میشود، بعد از اینکه شما حمل میگیرین، تلاش نکنین که حمل ضایع کنین، کوشش کنین که به حمل آسیب نرسانین. برادر ایمان شده که محمد صادق هستم از ولسوالی قیصار قریه نودره است. چطور؟ سوال من این است که اگر داخل تلفن آیت قرآن باشد و تشناب برود، ایره خواندم، حکمی از ایره حضورت بیان کردم برادری گرامی. و برادر ایمان شده که تشکر از برنامه شما. عبدالمتین هستم، از ایران هستم و یک لوله بود آب نمی آمد. من فورد کشیدم، آب دنم رفت، روزه می شکنم. نفهمیدم. اگر منظورتی باشه که تو لوله را کش کردی، در لوله آب بود و در گلون تو داخل شد، بخی در میده رفت، خب اینجا روزه شکسته، اما تو گناهکار نیستی. چرا؟ تو قصد خوردن نداشتی، خطاً آب به میده تو رفته، روزه امو روزه باطل شده. او روزه ادامهش روزه بگی، باز در بدل او روز یک روز قضا بگیر. در همچون موارد مثلا کسی وضو میکنه، نمیخواهد که آب بخوره، آب به دهنش میریزه که تا آب دهنش بشوید که آب به میدهش میرود. در این صورت هم روزه شکسته، اما یادم گناهکارم نیست و بالایش کفاره هم نیست، فقط یک روز قضا هست بالاش. در همچون موارد تنها قضا است. برادری منشته کرده که سرسایه برای خواهر درست است یا نه. خواهری که شوهر کرده باشه، خواهری که به زندگی خود آغاز کرده باشد و شوهر داشته باشد، کاملا درست است که سرسایه به خواهرت بده. اولادت که شوهر کرده، اولادت که خانم مثلا زن گرفته، از تو جدا هست، فقیر است، سرسایه تا به او بده، زکات تا برش بده. اما بچه به پدر نمیتانه. چرا؟ پدر نفقش بالای اولاد فرض است. اگر پدرتان فقیر است، ایوازی که برش زکات بتین باید بری از اون نفقه بدهین، ایوازی برش سرسایه بتین باید برش پول بپردازین. اما طفلتان، فرزندتان اگر فقیر است و جدا هست و زن دارد و شوهر دارد، شما راحت میتونین که سرسایه تان برش بدهین، الله دو اجر پاداش به شما میدهد. برادر ایمان استکن قدرت الله عزیزی هستم و از ولایت فاریاب به ایران هستم. نماز جمعه نمیتوانیم بخوانیم، این چه حکم دارد؟ اگر دوامدار شما نماز جمعه را ترک کنین، شما گناهکار میشوین. کوشش کنین که نماز جمعه برگزار کنین و راه های برگزاری نماز جمعه را بسنجین و نماز جمعه را ادا کنین. در غیر از اگر دوامدار نماز جمعه را شما ترک کنین، گناهکار میشوین. برادری من شده که من شریف الله هستم، از ایران تماس گرفتم. یک مولوی بود، گفت شما تارت میکنین، میروین به طرفی نماز میگوین الله اکبر بگوید، سبحانک اللهم را بخواند، نیت کردم نگوید، چی میشود؟ خو نفهمیدم منظور چی هست. برادری گرامی، نیت شرط است در نماز، باید نیت شود. اما نیت دو قسم است، یکی نیت قلبی، یکی نیت زبانی. نیت بهتر هم است که نیت زبانی باشه. اگر زبانی نشد، قلبن نیت شد، باز هم نمازت درست است. بدون نیت نماز درست نمی شود. چرا؟ پیامبر علیه السلام می فرمد که انما الاعمال بالنیات، دارمدار ثواب عمل مربوط به نیت است. حتما تصمیم نماز خواندن داشته باشی که نماز تو را الله بپذیرد. اگر تصمیم نماز خواندن نداشتی، الله نمیپذیرد. اما فرقش در اینجاست که نیت دو قسم است، یکی به زبان و قلب، یکی تنها به قلب. بر اردوش درست است، به زبان و قلب نیت کنی هم درست، به قلب خالی نیت کنی هم درست. اما بهتر است که به قلب و زبان یک جا نیت شود.
محمد اسحاق هستم از ولایت اروزگان. یک روز به روزه مانده باشد، آیا روزه بگیری می شود یا نه؟ او را یوم الشک میگن. پیامبر علیه السلام می فرماید که شما روزی یوم الشک روزه نگیرین. یک روز به رمضان مانده، از گرفتن روزه خوردن روزه بهتر است. شما کوشش کنین که در یوم الشک روزه را بخورین، روزه نگیرین. چرا؟ یهود یک روز پیش روزه می گرفت. شما مخالفت با یهود کنین و روزه را زمانی بگیرین که روزه فرا برسد. سلام، عبدالغنی هستم از ولایت فرا و رسولی شیبکوه. کسی که قرآن شریف را بخواند و نماز نکند چه حکم داره؟ پیشتر بحث کردم، جواب سوال شما را ارائه کردم که هست بود یک مسلمان نماز است. وقتی که نماز نداشتی هیچ چیز نداری، به نزد الله هیچ چیز نداری. یگانه چیزی که سرنوشت ساز است و سرنوشت تو را خوب می سازد نماز است. که نماز نداشتی دیگه هیچ دردت نمیخوره دیگه امارت. سلام، اسلام الدین هستم از برادری منوشته کرده که اسلام الدین هستم از قندوز. ما عسکر هستیم، تراویح خواندن می توانیم، روزه ما می شود یا نه؟ تراویح خواندن نمی توانیم. برادر گرامی، اگر شما نتوانستین گناهکار نیستین، اما در طول شب اگر فرصت پیدا کردین شما بخوانین. چرا؟ تراویح از وقت نماز خفتن که شروع میشه تا وقت نماز صبح، در طول شب کوشش کنین که تراویح تانه بخوانین. برادر ما نوشته که عبدالله هستم از قندوز. ما نامزاد بودیم و نامزاد خود را ایلا کردم، دوباره بگیرم. سلام جناب محترم مولای صاحب، من محیب الله هستم از ولایت فاریاب و رسواری قیصار. میبخشی که کسانی که کار میکنن و روزه خود را میخورن بدون مریض چی میشود؟ اونها گناهکار میشود. چی میشود؟ اونها در دوزخ میرون. چی میشود؟ اونها نزد خدای یکتا مقصر هستند. کار علت خوردن روزه شده نمیتواند، دلیل برای خوردن روزه کار شده نمیتواند. دو چیز دلیل شده میتواند از لحاظ قرآن، یکی مرض، یکی سفر. کسی مریض باشد خود دلیل شرعی پیدا شد بخورد گناهکار نمیشود. کسی مسافر باشد دلیل شرعی برش پیدا شد بخورد گناهکار نمیشود. دیگه کار دلیل شرعی شده نمیتواند. کسایی که کار میکنن روزه را نمیگیرن، اونها وارد دوزخ میگردن. برادران و خواهران گرامی جهان، سپاس که تا حال در برنامه با ما بودین. تا برنامه های بعدی شما را به الله یکتا میسپارم. الله نگهدار شما. بسم الله الرحمن الرحیم. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.